عرض ادب و احترام دارم به شما میانه از ارجمندم. قرن نو، سال نو، روز نو، روزگار نو بر شما خجسته باد. هرچه باشه هنوز در ایام نوروز هستیم و آرزو میکنم که سال خوب و درخشان و خوش یک قرن فوق‌العاده باشه برای میهن و سرزمین محبوب ما. این دو سه سال اخیر سال انباشت تراژدی ها و مصیبت ها بوده در سطح جهان. حالا کووید جای خودش، به همراه کووید تورم آمده، گرانی آمده و مرگ و میر آمده، بسیار مشکلات و مصائب. الان هم که جنگ آمده، جنگ و اشغال و از این قبیل و تهدید صلح و ثبات امنیت جهان و ترسی که مردم تایوان رو برداشته از اینکه مبادا چینی ها هم باز اینکه آقای پوتین احتمالا موفق شد میخش رو در زمین اوکراین بکوبه، اونا میل کنن که تایوان رو ببرن. و روی وقتی که کووید اومد هم یعنی ما مردم به چند دسته تقسیم شدن، هم مردم هم محافل، حتی محافل پزشکی، اونایی که انکار کردن، اونایی که شک کردن و اونایی که در بس پیام های مثلا سازمان بهداشت جهانی که یه مرجع رسمی بود پذیرفتن. بعدها اثبات شد که اون چی که سازمان بهداشت جهانی میگفته الزاما مغرور به واقعیت نبوده، اونا چنان حوادث رو تحلیل میکردن، روایت میکردن، انگار هیچ مجهولی براشون وجود نداره، در حالی که بعدها همه متوجه شدیم که چرا مجهول بسیار وجود داشته. متاسفانه برخورد این سازمان هم اغلب سیاسی بوده، شاید به خاطر نفوذی که چین در این دستگاه این سازمان داشت. ایده هم که این آمدن کووید 19 رو منتسب میکردن به یک توطئه جهانی، توطئه زیرزمینی علیه ثبات جهان و یک ویروسی که آمده تا دنیا رو دگرگونه کنه. با چی هستیم؟ با آقای دکتر اسلام نوذری عزیز در برنامه‌ای که آقای رضا کیهان اون رو هدایت میکنه، ازش ممنونم. سال نو رو مجددا بهش تهنیت میگم به دکتر نوذری عزیز، دانشور ارجمند در لس آنجلس. دکتر نوذری درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. درود بر شما و بینندگان گرامی شما. امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. ممنون هستم. نوروز شما و نوروز ایران همایون و فرخنده. ممنونم. دکتر نوذری، واقعا سه گروه داشتیم، اونایی که انکار میکردن، اونایی که شک میکردن، اونایی که در بس پذیرفتن اونش که مراجع جهانی میگفتن. بعدا دولت ها و احزاب هم بهش اضافه شدن، سیاست هم که در این کار دخالت کرد و ما شاهد ادعای عجیب غریب بودیم و گزارش ها و بعد حضورتون که از کنم بیلان هایی که دولت ها و حکومت ها میدادن و اغلب منحرف کننده. سراپا گوشیم ببینیم که تا اینجا به کجا رسیدیم. همیانانم با توجه به اینکه خبرهای تازه یه میرسه ببیش از بریتانیا و از چند کشور دیگه، بفرمایید. یک سری بزنیم به 5 ژانویه 2020، پنجم اون روز اون ماه هست. دکتر ژانگ ردیف بندی یک ویروس رو در اختیار دانشمندان کشورهای غربی قرار میده. اگر خاطرتون باشه در همون زمان در برنامه که با شما داشتم در رادیو در این مورد صحبت کردم که دانشمندان چینی هرگز چیزی رو پنهان نکردن. دولت‌ها رو بگذاریم کنار. از مرکز معتبر فودان در شانگهای دکتر ژان سکانس ویروسی رو عرضه می‌کنه به نام ویروس کرونا 19. این ویروس آرنه هست، یعنی تنها یک نوار داره در مقابل دی ان ای که میتونه دوتا نوار داشته باشه. و روی این نوار، روی آرنه این ویروس، ما دارای 29903 آجر حیات هستیم. 29903. حالا موجوداتی ما داریم که دارای میلیاردها
نوکلئوتید هستند، آجر حیات هستند. برخی از اونها دارای تعداد کمتری هستند. این ویروس دارای 29,903 تاست. و جان این ردیف بندی رو با دقت به دنیا عرضه کرد. چیزی پنهان نبود. و امروز ما از همون ویروس به عنوان رفرنس استفاده میکنیم. به عنوان مأخذ. تا موتاسیون ها و جهش هایی رو که رخ داده ارزیابی کنیم. شما نیازمند به یک ابتدا هستید. استفنسن اعلام کرد که این رو هم در برنامه رادیو به خصوص با شما و بینندگان شما در تلویزیون در میون گذاشتم در همون زمان. در مورد موتاسیون این ویروس که حدود 2.5 در ماه هست. حالا بگیم هر 15 روز یک موتاسیون انجام میده و به صورت نمایی بالا میره. به صورت تصاعدی بالا میره. این ویروس، ویروس کرونا 19 29 پروتئین داره. و این 29 پروتئین تولید ساختار این ویروس رو میکنن، در ساختمان این ویروس نقش بازی میکنن و برخی از اونها در کپی کردن این ویروس نقش بازی میکنن. در اینکه این ویروس بتونه خودش رو تولید بکنه، باز تولید بکنه. از اونهایی که در ساختار این ویروس شرکت میکنن، یکی از اونها سرشناس شد. یکی از اونها مورد توجه شرکت ها قرار گرفت. به اسم سپایک پروتئین. ما 4 تا داشتیم. در ساختار. سپایک پروتئین، کپسید، انولوپ و ممبرین. کپسید، ممبرین، انولوپ و سپایک پروتئین. یا اس. این نام رو روی گذاشتم. دو شرکت، شرکت فایزر و مدرنا روی این اس سرمایه گذاری کردن. سپایک پروتئین. سپایک پروتئین چی هست؟ این پروتئینی هست که میتونه به سلول انسان نزدیک بشه، اتصال ایجاد کنه، وارد سلول انسان بکنه این ویروس رو و به دنبال اون سیستم ایمنی بدن واکنش نشون بده و بیماری ایجاد بشه به شیبه های گوناگون. یک فرم خاص نداره، فرم های متفاوت ایجاد میشه. در همون زمان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که امکان انتقال این ویروس از انسان به انسان وجود نداره، بنابراین جای نگرانی نیست. سازمان بهداشت جهانی به مدیریت آقای تدروس. اما از اون طرف وزارت بهداشت تایوان اعلام کرد که نه، انتقال بیماری وجود داره. اما در این مورد در برنامه شما بسیار صحبت کردم. نقش مضر سازمان بهداشت جهانی که بایستی مسئولیت قتل هزاران هزار نفر رو به عهده بگیره به خاطر دروغ پردازی هایی که آقای تدروس کرد، مدیر این سازمان که هیچ تحصیلات بالایی هم نداره، اصلا در این کار نیست، یک دیپلمات هست. این ویروس شروع به موتاسیون میکنه. به خصوص از 4 تره این ویروس میتونه دچار تحول بشه. دچار دگرگونی بشه. در برنامه شما باز بارها صحبت کردیم که حیات روی فراگشت و فروگشت سوار شده. حیات مرتب در حال حرکت و دگرگونش هست. اِوولوسیون در حال دگرگونش هست. که این شامل حال این ویروس هم میشه. این ویروس هم دچار تحول و دگرگونی میشه. یکی از طریق گزینش طبیعی هست. چالشی رخ میده، طبیعت برخی از اونها رو انتخاب میکنه، گزینش طبیعی که باز در برنامه شما بارها بارها درباره نقش بخت در قلمروی علم و گزینش طبیعی صحبت کردیم که این شامل حال یک ویروس هم میشه، شامل حال یک پرستو میشه، شامل حال یک گل سرخ میشه و شامل حال یک انسان میشه، یک اسب میشه. یکی دیگه جنتیک دریفت هست، یک فرم دیگری از موتاسیون هست. یک مثال ساده برای شما میزنم. فرض کنید 100 نفر با دست راست می‌نویسن، 5 نفر با دست چپ. حادثه‌ای رخ میده. 4 تا از این 5 نفر میرن یک جای دیگه.
بنابراین از اون به بعد اون عده اون چهار نفر به افرادی حیات میدن که با دست چپ مینویسن. یک فرمش هست، فرمهای دیگری هم داره. در این مورد هم در برنامه شما زیاد صحبت کردم، به خصوص لپه فونداتور. زمانی که مهاجرتی صورت میگیره، حرکتی آغاز میشه، یک عده میمونن، یک عده به حرکت ادامه میدن. یک عده میمونن، یک عده کوچکی معمولا که شباهت هایی به هم دارن به حرکت ادامه میدن. این شامل حال کرونا 19 هم میشه، شامل حال شما هم میشه، شامل حال انسان، گذشتگان ما، یا حیوانات، یا گیاهان و درختان. یکی دیگه از طریق ویرایش نوکلئوتیدها، آجر حیات این ویروس هست در بدن خود انسان. ویرایش ژن‌ها، ژن‌ها جابجا میشن. و یکی دیگه مدیریت هست، مدیریت خود این ویروس. هر بار که آرنه یا دی‌ان‌ای خودش رو تکثیر میکنه، آنزیم هایی هستن که میان مدیریت بکنن، ببینن اشتباهی رخ نداده باشی. شما تصورش رو بکنید، یک آرنه میتونه به میلیاردها آرنه حیات بده، بنابراین خطا رخ میده. اما آنزیمی، پلیمرازی از راه میرسه و مدیریت میکنه، چک میکنه که آیا خطایی رخ داده یا نه. سیستم مدیریت ویروس کرونا در کنترل خطا وسط هوا و زمین هست. نه خیلی خوب هست، نه خیلی بد، اما از کیفیت بسیار بالایی برخوردار نیست. بنابراین امکان میده به خطا رخ دادن، امکان میده به ایجاد ویروسی که به ناگاه یک شناسنامه دیگه داره. بنابراین از این چهار طریق به خصوص ژنتیک دریفتینگ، گزینش طبیعی، ویرایش ژن و عدم مدیریت توسط خود آنزیم های این ویروس، ما شاهد به دنیا آمدن ویروس هایی میشیم که شناسنامه های متفاوتی دارن. حالا برگردیم به ژانگ. ژانگ این ردیف بندی رو با دقت بالا در اختیار همه قرار داده، انستو پاستور اون رو تایید میکنه و شرکت فایزر و شرکت مدرنا و روس‌ها و بسیار از کشورهای دیگه به خصوص خودشون رو متمرکز میکنن روی این اس پروتئین، اون پروتئینی که باعث ورود این ویروس به درون سلول شما میشه. امروز که من با شما صحبت میکنم، اگر به نمودارهایی که خدمت آقای کارگردان فرستادم نگاه کنید، میبینید که ما شاهده نه ده ها، نه صد ها، که میلیون ها موتاسیون هستیم. یادتون باشه به صورت نمایی بالا میره در سطح گسترده. سری بزنید به این موتاسیون ها. آیا واکسن مدرنا یا فایزر یا روس ها مؤثر هست؟ ما الان در سال 2022 هستیم، بنابراین سال 2019 ویروسی شناسایی میشه، سال 2020، سال 2021، سال 2022 ما هنوز درگیر اون سپک اس پروتئین هستیم، پروتئینی که خودش دوچار صدها و صدها موتاسیون شده، تغییر شکل پیدا کرده. اینجا رو شما داشته باشید، سری بزنید به کشورهایی که واکسیناسیون در سطح بالا انجام دادن. اسرائیل شکست کامل. به قول از جروزالم پست، ما اینقدر استراتژی داشتیم که هیچ استراتژی نداشتیم. دوز اول، دوز دوم پس از 6 ماه، نه پس از 4 ماه، نه پس از 3 ماه، دوز سوم، دوز چهارم، همه مردم، خردسال و کهنسال. یعنی مرتب آگاهی هایی به مردم داده می شد که پایه و اساس نداشت و چون تغییر پیدا میکرد، مردم اعتماد خودشون رو به علم از دست داد. مردم اعتماد خودشون رو نه به شبه علم، به علم از دست داد. آقای آنتونی فوچی در تلویزیون برای مثال اعلام میکنه که زمانی که من گفتم ماسک به درد نمیخوره، عمدن دروغ گفتم، چون ما نیازمند به ماسک بودیم، نمیخواستم که این ماسک‌ها کمبود پیدا بکنه. یعنی شخصی که مسئول یک بنگاه علمی هست، یک سازمان علمی هست، به پژوهشگران ما این پیام رو میده که گاه اینجا اونجا دروغ هم شاید لازم باشه. و چه صدمه‌ای واقعا به فرهنگ علم و دانش این جمله این آدم زد. سوای این که پس از اون هم زد و نقیض بسیار صحبت کرد و جای تعجب نیست که اکثریت بالای
مردم ایالات متحده آمریکا خواستار برکناری اون هستن به یک دلیل بزرگ، عدم اطمینان، ضد و نقیض های اون. اما در هر صورت برگردیم به سراغ خود این واکسن. یک نقشه رو برای شما فرستادم. اگر شما به کل دنیا نگاه کنید، در حال حاضر بزرگترین مشکل تلفات، عفونت، مرگ و میر در کشورهایی هست که ثروتمند هستند و بالاترین میزان واکسیناسیون رو داشتن. و این واقعا جای حیرت رو داره. این به ما حداقل باستی ما رو تشویق کنه که در این مورد فکر کنیم. چرا در کشوری مثل انگلستان، در کشوری مثل ایالات متحده امریکا این همه ثروت دارن، این همه امکانات هست، این همه واکسیناسیون انجام شده، این همه میزان عفونت بالا هست؟ و از اون طرف گزارش بیمارستان های جنوب فرانسه، به خصوص در مارسی که تعداد مبتلایان ما در حال حاضر بیشتر در میان واکسینه شده ها هست. این لحظه که من با شما صحبت میکنم و عدد اطمینان تا اونجای هست که مردم فرانسه حاضر نیستن کودکان خودشون رو واکسن بزنن. امروز واکسن برای کودکان 5 تا 11 سال عملا هیچ پیشرفتی نداشته، در حد 5% 6% باقی مونده، با وجود اصرار شدید شرکت فایزر، شرکت مدرنا یا شرکت هایی دیگه. عدم اطمینان، مردم اطمینان خودشون رو از دست دادن. اما آیا واکسن هم میتونه ایجاد موتاسیون بکنه؟ پاسخ به این پرسش مثبت هست. خدمت کارگردان اون جاهایی رو که موتاسیون رخ داده فرستادم. مرجع ما هم، مأخذ من هم G7 هست. اگر خاطرتون باشه دو سال پیش هم خدمت شما عرض کردم که به جای اعتماد به رسانه ها، به جای اعتماد به سازمان بهداشت جهانی، به جای اعتماد به آقای فوچی که مرتب شکست خورده، بالاترین میزان مرگ و میر در ایالات متحده آمریکاست، ثروتمندترین کشور دنیا، بیایم به G7 سر بزنیم. همه ما دسترسی به اون داریم، بسیار فوق‌العاده است این سایت G7.org یا جین بانک. این لحظه که من با شما صحبت میکنم اگر جایی ردیف بندی صورت گرفته باشه شما در این سایت میتونید اون رو ببینید. بنابراین من این سکانس ها رو برای کارگردان فرستادم تا بینندگان شما ببینن که دو پدیده دیگر هم میتونه رخ بده. یکی اسکیپ موتیشن. هر زمانی که شما داروی استفاده میکنید، واکسن استفاده میکنید، آنتی بیوتیک استفاده میکنید، یک عده از این باکتری ها یا این ویروس ها یا این پاتوژن ها میتونن فرار کنن. این دارو، این واکسن نمیتونه اونها رو خنثا کنه. اسکیپ موتیشن. و ما امروز شاهد پدیده واکسین ریلیتد اسکیپ موتیشن هستیم. یعنی موتاسیونی که واکسن در اون نقش بازی کرده. زمانی که شما واکسن رو لجام گسیخته، کوتاه بینانه انجام میدید، به خصوص با یک واکسن کهنه. چرا گفتم واکسن کهنه؟ چون یادتون باشه اون ردیف بندی که توسط ژان عرضه شد در 5 ژانویه سال 2020 متعلق به ویروس سال 2019 بود. ما الان سال 2021 هستیم، ما الان سال 2022 هستیم، اما با همون اسپروتین کماکان داریم کار میکنیم. و یک پدیده دیگری هست به نام پرشر سلکشن. در برنامه شما بارها هم در رادیو هم در تلویزیون در مورد ژنر، یکی از پدران واکسیناسیون، و در مورد لوی پاستور، یکی دیگر از پدران واکسیناسیون بارها صحبت کردیم. واکسیناسیون یک فصل بسیار مهم در علم است. جان میلیاردها نفر رو نجات داده. خود من واقعا این افتخار رو داشتم که در مونپلیه در فرانسه در سالونی که نام لوی پاستور رو داره به افتخار لوی پاستور سخنرانی کنم. واکسیناسیون یک فصل مهم در علم هست که نبایستی با اون بازی کرد. اما ما در 2 سال گذشته شاهد واکسیناسیون به گونه لجام گسیخته و کوتاه بینانه بود. و از اون طرف پزشکی در ایالات متحده آمریکا روی درمان سوار شده، نه روی پیشگیری. پزشکی در ایالات متحده آمریکا روی درمان سوار شده، نه روی پیشگیری. برای نمونه ما چاق‌ترین افراد رو امروز در ایالات متحده آمریکا داریم.
و این ایجاد نگرانی نکرده در مراکز بهداشت. کسی اعتراض نمی‌کنه به کوکاکولا. ما اعتصاب نداریم، زد و خورد نداریم شیشه رو بشکنن واسه این مکدونالد. و ما شاهد اون هستیم که تعداد افراد چاق در این سرزمین به شدت بالا هست و در روز نخست وزارت بهداشت تایوان اعلام میکنه که این ویروس قشته خاصی رو هدف میگیره، افراد آسیب پذیر و به خصوص افرادی که دارای اضافه وزن هستن. اما در امریکا ما دست به یک قرنطینه کامل میزنیم، یک اشتباه بزرگ. یعنی اگر شما بخواید یک ویروس رو پخش بکنید، آدمها رو محبوس میکنید و کردن. ما آدمها رو از رفتن به دریا محروم کردن. بهترین راه مبارزه با ویروس های تنفسی هوای جاری هست که جریان داره، کنار دریا رفتن. و در ایالتی که از این هدیه واقعا طبیعت برخوردار هست، مانند کالیفرنیا، که شما سایل های زیبا دارید، این همه ساحل زیبا و گسترده، آدم ها برای هفته ها و ماه ها در خانه محبوس ماندن، به خصوص لاتین ها که خانواده دوست هستن، خردسال و کهنسال در کنار هم زندگی میکنن، دوست ندارن مادر بزرگ ها و پدر بزرگ های خودشون رو به خانه سالمندان بفرستن. و شما میبینید که ما بالاترین مرگ و میرها رو به ناگاه در میان لاتین ها داریم. بنابراین این پزشکی که روی درمان سوار شده، میدان رو باز میکنه برای صنعت داروسازی، نه شرکت داروسازی، صنعت داروسازی. همونطور که ما امروز با صنعت نظامی سر و کار داریم، ما امروز با صنعت داروسازی هم سر و کار داریم. بنابراین این صنعت وارد میشه، اجازه مناظره رو نمیده و صفحات مجازی رو در اختیار خودش قرار میده. به ناگاه شما شاهد آگهی هستید به فرم تازه، صفحات مجازی، فیسبوک. و یک سری از آدم ها رو حتی استخدام میکنن که واکسن بزنن و روی فیسبوک بگذارن و علامت پیروزی رو نشون بدن یا بگن من واکسن زدم. و بعد مردم هم به این جریان ملحق. دکتر نوزری یه موضوعی مطرح کردی که نظرم خیلی از اهمیته. اشاره کردید به ویروس کووید 19 به خاطر اینکه در سال 2019 بوده. خب این ویروس در سال 2019 مشخصاتی داشته. دارویی که براش یا واکسنی که براش تولید شده بر پایه اون مشخصه ها بوده. این چیزی که من از سخن شما استنباط کردم. ما امروز در سال 2022 هستیم. ویروس مشخصات تازه پیدا کرده. در نتیجه واکسنی که در سال 2019 ساخته شده دیگه به درد ویروس امروزی نمیخوره. یعنی دقیقاً. درسته همینه. این در خیلی قشنگ خیلی خوب توضیح دادید. دقیقاً. اما از اون طرف باید این پرسش رو هم از خودمون بپرسیم. آیا بی ضرر هست؟ آیا واکسیناسیون میتونه همینطوری لجام‌گسیخته انجام بگیره؟ و یادتون باشه زمانی که میگن واکسن مجانی هست، مجانی نیست. شما بعداً پول اون رو از طریق تورم پرداخت میکنید. شما بعداً پول اون رو از طریق گران شدن قیمت بسیاری از اجناس پرداخت میکنید. هیچ چیزی در دنیا مجانی نیست. هیچ چیزی در دنیا مجانی نیست. و ما هنوز نمیدونیم چه قراردادی میان این شرکت ها و دولت امریکا، دولت اسرائیل امضا شده. هنوز ما دسترسی به داده های خام نداریم. اما من امروز میخوام این سکانس، این ردیف بندی رو با بینندگان شما تقسیم که اون رو ببینن. بنابراین شما این ردیف بندی رو دارید، این ردیف بندی دوچار تحول و دگرگونی میشه و ما از طریق ژنتی میتونیم با اون تاریخ رو نگارش کنیم. بنابراین ما مرتب به این بالای 3 میلیون موتاسیون سر زدیم، اونها رو در ردیف بندی های متفاوت قرار دادیم و همینطور هم به جلو و به هم عقب پل میزنیم. به جلو برای پیشبینی تا حد امکان based on probability و به گذشته که واقعا داستان چه بود. داستان این نبود که شما در رسانه ها شنیدید. تشکر میکنم دکتر نوزری عزیز. گفتگو با دکتر نوزری رو پی میگیریم و میانانم لازمه. ممنونم از مجموع اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داد. شما اگه پرسش داشته باشید مطرح کنید، حتما لحاظ میکنیم در گفتگوهای بعدی. دکتر نوزری خیلی سپاسگزارم. رضا کیهان عزیز تشکر.